درود بر شما. 13 خرداد ماه 1401 خورشیدی و 3 ژوئن 2022 میلادی. 13 خرداد 33 سال روز در گذشت روح الله خمینی است، کسی که باعث شد مردم ایران امروز چنین وضعی داشته باشن و مردم جهان ایران رو تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی بدونن. فارغ از تحلیل‌ها و بحث‌هایی که هست درباره این که از چه زمانی خمینی شد رهبر انقلاب 57 و و غیره و غیره، آنچه قطعی است این است که 118 روزی که خمینی در فرانسه در حومه پاریس اقامت داشت در تثبیت این رهبری تعیین کننده بود. امشب می‌پردازیم به افرادی که در نوفلو شاتو با خمینی بودند. برده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. اما تقدیمی این هفته، فاجعه آبادان مردم رو به خیابون کشیده. همدردی با قربانیان فاجعه آبادان در استانهای تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اصفهان، شیراز، چهارمحال و بختیاری و چند استان دیگه منجر شده به اعتراضهای خیابونی و حتی درگیری با ماموران حکومت که بسیار ویدیوها از این رخدادها در چند روز گذشته در همین رسانه صدای آمریکا پخش شده و دیدین، حتما امیدوارم در جریان بوده باشین. دقیقاً خوزستان هر شب ناآرامه. چه میتونه بکنه حکومت با مردمی که شعارهای انقلاب 57 رو تکرار میکنن؟ تقدیمی این هفته به سران حکومت. از هر چیزی اجازه بدین خدمتتون عرض کنم که تاریخ، یعنی اشاره بکنم به آنچه هایی که میدانید، فقط یادآوری است، ببخشید. تاریخ یک واقعیته که باید نگاه واقعی بهش داشت، نه احساسی یا شخصی. منظورم این است که شناخت موقعیت های تاریخی خوش اومدن و بد اومدن نداره. اتفاقی است که اگه مرورش میکنیم برای شناخت اون موقعیت، برای درس گرفتن از اون موقعیت، برای تکرار نشدن اون موقعیت. راوی این موقعیت های تاریخی هم کسایی هستن که تو اون موقعیت ها بودند، چه خوشمون بیاد ازشون چه بدمون بیاد ازشون. آقای مهندس محسن سازگارا یکی از خوشبختان زنده ماندگانی است که در حلقه اطرافیان خمینی در نوفلو شاتو بودند و از دهه 80 که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شدند تا امروز علیه جمهوری اسلامی فعالیت کردند، که صداشون از رسانه‌های مختلف میشنم. در خدمتتون هستیم آقای سازگار، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. ممنون از شما آقای فلاحتی برای دعوت بنده، در خدمتتون هستم. لطف دارین. خمینی از 14 مهر تا 12 بهمن 57 در نوفلو شاتو در حومه پاریس اقامت داشت. البته دو روز اول گویا در نوفلو شاتو نبود، در محله کشان در حومه پاریس بود و بعد به نوفلو شاتو منتقل شد. اولین کسایی که همراه خمینی، در واقع همونایی که با خمینی همراه در اون سفرش با خود خمینی آمدن، کیا بودن آقای سازگار؟ من اتفاقا اون تابستون به عنوان یک عضو انجمن اسلامی دانشجویان و یک عضو نهضت آزادی ایران خارج از کشور که سازمان مخفی بود در تهران بودم و وقتی برگشتم دکتر یزدی رو ملاقات کردم به عنوان یکی از رهبران نهضت آزادی در خارج و انجمن های اسلامی. دکتر یزدی عازم لبنان بود برای اینکه موسی صدر گم شده بود و بعدها البته معلوم شد قذافی کشتش او رو در لبنان.
و از اونجا هم گفت به من که میره نجف برای دیدن آقای خمینی. ظاهرا آقای دکتر یزدی وقتی وارد نجف میشه که به دستور صدام حسین آقای خمینی و فردوسی پور و احمد داشتن از در نجف از در خونه میومدن بیرون، به هر حال به اونها میپیونده، با هم میرن مرز کویت، اونجا کویت راه نمیده، دوباره تحت به اصطلاح حفاظت نیروهای اطلاعاتی عراق برشون میگردونن به بغداد، در یک هتل اون شب به دولت عراق نگهشون میداره. اونجا در واقع تصمیم بوده که کجای دنیا برن، چون عراق داشته بیرونشون میکرده. ظاهرا تمایل خود آقای خمینی این بوده که برن به یک از کشورهای اسلام، سوریه یا الجزایر، که اون موقع خوب انقلابی بودن، به اصطلاح با شاه مخالف بودن و امثال هم. صادق قطب دادن به دلیل روابط که با سوریه داشت، ظاهرا او هم مدافع این بوده که هماهنگی کنه و آقای خمینی بره به سوریه. ولی این پیشنهاد دکتر یزدی بوده که بریم به یک کشور غربی که مطبوعات درش آزاده و بشه صدای انقلاب رو به گوش دنیا رسوند. آقای خمینی هم فوراً این پیشنهاد رو میپذیره و فردا به قدری عجلم میکنن میان که من از دکتر یزدی شنیدم که گفت من از فرودگاه ژنو که پرواز به اصطلاح کانکشن داشته تونستم تازه به خود داده زنگ بزنم که ما داریم امام رو، اون موقع میگفتن امام رو میاریم پاریس و تدارکات رو با به اصطلاح وزارت کشور و غیره و غیره بکنه. بنابراین همراه آقای خمینی ابراهیم یزدی بوده، احمد خمینی بوده، فردوسی پور بوده. من مطمئن نیستم آقای املایی هم بوده یا نه، ولی موقعی که شاید یک هفته بعد از اون من پیوستم در نفل شاتو به تیم، دیگه آقای املایی و دیگران هم بودن. آقای سازگارا، ابراهیم یزدی در خاطرات جلد سومش که حالا بعداً هم باز مراجعه میکنیم در این برنامه بهش، جلد سوم خاطراتش خودتون بهتر میدونیم که متمرکز است بر اصلا نفل و شاتو، و در این کتاب دکتر یزدی میگوید که آقای املایی هم بوده است که عکسش رو الان دیدیم. املایی که طبق نوشته آقای یزدی یک سال بعد از انقلاب، درست یک سال بعد از انقلاب 57، در سال 58 بهمن دی یا بهمن 58 در سر تصادف کشته میشه در ایران، و آقای فردوسی پورم که ظاهرا میشود عضو مجلس خبرگان رهبری و خبرگان قانون اساسی، و بعدا او هم سال 85 مرد در ایران. ببینید، سید احمد خمینی، ابراهیم یزدی، املایی، فردوسی پور، اینا در نفل و شاتو چه کاری بودن؟ یعنی همینایی که اولین کسایی بودن که با خمینی وارد فرانسه شدن. همجوری که گفتین، ابتداءن آقای خمینی وسط پاریس به یه آپارتمانی میره، منتها برای اینکه دانشجوها و مردم ایرانی میرفتن دیدنش، اونجا شلوغ میشه، همسایه‌ها شکایت میکنن که این راه‌پله‌ها پر آدم شده و شلوغه. در نتیجه آقای مهدی عسکری زاده که صاحب یه باغ ایبی بود در نفل شاتوی ییلاق بیرون پاریس، در نیم ساعت 40 دقیقه فاصله داشته باشه با پاریس، اونجا اون باغ رو در اختیار میذاره. وسط اون باغ یه ساختمون بود که بالاش دو تا اتاق داشت، یه پستو هم پشت اتاق پشتی داشت، یه آشپزخونه خیلی کوچیکم از پله‌ها که میرفتی بالا قبل از ورود به اون دو تا اتاق اون بالا بود، یک زیر اونم خالی بود و مثل یه انباری بود که یه دونه دوش آب سردم اونجا بود، گوشه اون انباری. اون ابتدا ببینید، خب به قول وقتی دکتر یزدی به من زنگ زد که محسن ما امام آوردیم اینجا و به وجودت احتیاجه، یادم 4 بعد از ظهر به وقت شیکاگو بود که من در اونجا درس میخوندم، من $200 از یکی از دکترها قرض گرفتم،
سوار بلیط هواپیما خریدم موقع $200. فردا نوع صبح من در پاریس بودم، دکتر یزدی اومد دنبالم، رفتیم نقطه شاتو. اونجا در واقع روزای اول مگس میپروندیم، خیلی خبری نبود، نه خبرنگاری خیلی بود، نه رفت آمد زیادی بود و هنوز تقسیم کاری معنی نداشت، شکل نگرفت. به تدریج که انقلاب در ایران شدت گرفت و توجه همه دنیا جلب شد، میشه گفت که حالا یه مقداری تقسیم کار صورت گرفت. من به همراه 3-4 نفر دیگه که به تدریج اضافه شدن به تیم، از دانشجوهای آمریکا، انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا، به اضافه یکی از دانشجویان دوره دکترا در پاریس، آقای دکتر فتح‌الله فرهادی که زبان فرانسه رو بسیار خوب میدانست و صحبت میکرد، تقریبا تیمی شدیم که هم کار مصاحبه های مطبوعاتی و ترجمه اعلامیه ها و غیره رو انجام میدادیم، هم کار تحلیل سیاسی و خریدن و مرور روزنامه ها و مجله ها و فایل کردن و آرشیو کردن اونها، هم خیلی مراجعاتی در حاشیه این موارد، مثلا امضای عکس امضا شده آقای خمینی رو خیلی ها میفرستادن، میخواستن که من این کار رو میکردم، و یا خلاصه خبری تهیه میکردیم، لا یک پوشه میگذاشتم هر شب دستنویس به ایشون میدادیم. این تیم به مسئولیت آقای دکتر یزدی با ریاست او یواش یواش که شدت گرفت، واقعا فرصت در خاروندن نداشت. این یه گروه بودن. گروه دوم که به تدریج اینها هم شدت تعدادشون بیشتر شد، همین آقای فردوسی پور، آقای املایی، محمد منتظری، پسر آقای منتظری هم که تو اروپا پرسه میزد، او هم اومد اضافه شد. به اضافه یک آخوندی که اگر حافظم اشتباه نکنه اسمش موسوی بود، خوش سیما هم بود، سید هم بود، خط خیلی خوبی داشت، اعلامیه های آقای خمینی رو با خط خوب خطاطی میکرد. بعدا ایران اصلا گم شد، هیچ کی هم خبر نداشت. من شنیدم که مامور ساواک از آب در اومد و از نجف در واقع نفوذی بود تو دستگاه آقای خمینی. اینها آقای فلاحتی، اون اتاق کوچولو، اون پستوه، یه میز داشت و یه تلفن هم روش بود، همشون هم سیگار میکشیدن. اون اتاق درش وا میکردی، چشمت جایی رو نمیدید از بس که دود سیگار بود. اینا اونجا اون تلفن دستشون بود و تلفن خونه ای که با ایران تماس داشتن. اینم یک گروه بودن. گروه دیگه میشه گفت بازاریا بودن. آقای مهدی عراقی که از زندان آزاد شده بود آمد و تقریبا شد رئیس امور تدارکات خونه. حاج آقا محتشمی پور، عموی این آقای اکبر محتشمی پور که بعدا وزیر کشور شد، او هم بازاری بود، او هم پیوست. و حاج محمد رفیق دوست، برادر بزرگ محسن رفیق دوست، هم میدونی بود، خیلی هم شمایل میدونیواری داشت، او هم بود. اینا کار آشپزخونه و چادر اون وسط زدن و یه مینیبوس اجاره کرده بودن که بره از نفل شاتو تا پاریس و برگرده و بازدید کننده بیاره، این قبیل امور رو اینها انجام میدادن تا گرفتن اون پرواز و اجاره کردن اونو برگشتن به ایران. این تقریبا میشه گفت کارهای خونه بین این سه گروه بود. ولی یه گروه چهارمی هم من میتونم بگم خدمتتون، آدمای سرشناسی که مثل ما نمیخواستن مخفی باشن و هیچ کی تصور نمیکرد انقلاب به این سرعت پیروز شه. فکر میکردیم جنگ چریکی طولانی داریم، بنابراین باید مخفی باشیم، کسی نشناسمون و جلوی دوربین نمیرفتیم. اما سرشناسایی که آشنا بودن، شناخت شده بودن، مثل آقای بنی‌صدر، مثل آقای قطب‌زاده، مثل آقای صادق طباطبایی، تا حدی آقای حسن حبیبی، اینها هم میمدن اون خونه در میزدن و معمولا هم اواخر اسباب دردسر شده بودن، من که همچی که پیداشون میشد 100 تا 200 خبرنگار اون دوربر پرسه میزد، باهاشون مصاحبه میکردن، بعد نقل میکردن که سخنگوی خمینی گفت فلان، ما ناچار میشد شده بودیم به در دیوار بنویسیم که خمینی سخنگو ندارد. به هر حال این گروه هم
جز آقای قطب‌زاده که عضو نهضت آزادی بود برحال و گاهی در اون بحثای سیاسی اون حلقه شب میشستیم ما اون جوونا و دکتر یزدی تحلیل میکردیم شرکت میکرد، اونهای دیگه من یادم نمیاد آقای فلاحتی تو اون خونه کار خاصی داشته باشن، مسئولیت خاصی رو بپذیرن. اگرچه بالاخره میخواستن میرفتن آقای خمینی رو میدونن دیگه، حالا تو اتاق دربسته اگه چیزی میگفتن بنده نمیدونم. آقای سازگار، سه تا گروهی که شمردین یا در واقع سه تا گروه کارکن بودن، اینا گروه سیاسی، گروه رابطه با ایران، گروه تدارکات و اینا، حالا برمیگردیم به اینها و یه عده‌ای که میگین بیکاره ها در واقع و بعضی هاشون هم سرشناس نمیدونم چقدر حالا میشه گفت بیکاره، حالا میگم وقت داریم خوشبختانه صحبت میکنیم درباره اینا. ببینید، یه عده آخوندهایی بودن که با خمینی از نجف اصلا از عراق آمده بودن یا بعد از، منظورم دقیقا با خمینی که حالا دوتشون رو گفتین، فردوسی پور و املایی رو، آره. و یه عده دیگه ای بودن از آخوندهایی که از عراق بعدن آمدن، اصلا به فاصله یه هفته بعدن آمدن و بعد باز دوباره ادامه پیدا کرد این قضیه. اینا چی؟ اینا مثل محتشمی پور که از لبنان مثلا آمده بود فکر میکنم، اینا این گروه چی؟ اینا چی کار اومده بودن اونجا؟ برای چی؟ چی کار بودن؟ چرا ایران نرفته بودن؟ والا نمیدونم. حالا البته خب اینا احتمالاً خیلی هاشون چون با شاه مبارزه کرده بودن ممکنه میترسیدن به رنگران دستگیرشون کنه، هنوز سایه ساواک سنگین بود. ولی آقای محتشمی پور به طور مشخص، من چیزی که از آقای محتشمی پور یادم میاد این است که صدای خوبی داشت. آقای خمینی می اومد نماز مغرب عشا رو می اومد این طرف از اون خونه‌ای که اون روبروی اجاره کرده بودن، می اومد این بعد اون چادر رو زده بودن اونجا نماز بخونه، از اون میگفت و اون اتاق عقبی هم میرفت. جدی میگم آقای فلاحتی، من اگر اون روزا یک کسی به هم میگفت که این آقای محتشمی پور بعدن توی جمهوری اسلامی وزیر کشور میشه مثلا، ممکن بود بزنم تو گوشش بگم مگه چرا مثلا داری به این نظام این که قرار متولد چه توهین میکنی، مگه میشه مثلا محتشمی پور وزیر کشور بشه؟ یا آقای زیارتی آدم بود، همون که به حمید روحانی معروف، کتاب نهضت امام خمینی رو نوشته. البته ظاهرا مدارک جمع میکرد برای کتابش ولی هیچ کار خاصی نداشت، الا اینکه من یادمه میگفتش که چون آقای خمینی پیشونیش یخ میکنه بذاره رو مهر، قبل از اینکه ایشون بیاد برای نماز اون مهر گنده ای رو که تو جانماز بود جلوی بخاری میگرفت گرم شه آقای خمینی بیاد. من واقعا یادم نمیاد اینا هیچ کار و مسئولیت دیگه ای داشته باشن. از اینا بیکاره تر آقای فلاحتی کسایی بودن که میگفتن ما محافظ آقای خمینی، یه دسته اونایی بودن که آقای قرضی و در واقع از اعضای بریده و جدا شده از سازمان مجاهدین خلق ایران بودن، خواهر طاهره دباغ و ناصر آلاتپوش و غیره. اینا البته دنبال دعواهای خودشون تو اون سازمان بودن، یه دشون مثل پسر طالاقانی کمونیست شده بود، این همدیگر زده بودن کشته بودن تو بالاهای سازمان، ولی تو اون خونه من یادم نمیاد هیچ کار خاصی اینها داشته باشن. فقط میگفتم ما محافظ آقای خمینی هستیم، اگرچه حالا اقلا بین اونا خانم طاهره دباغ چون خانم بود میرفت اون طرف توی اندرونی آقای خمینی و ظاهرا کمک خانم ایشون رو اون خونه میکرد، بعدا چون زن بچه آقای احمد خمینی هم از نجف اومدن. ولی الباقی مثلا یادم خلخالی اومده بود وای میساد کشیک میکشید، آقای خمینی از در اون خونه میومد بیرون، عرض یه خیابونه حدود 10 متری بود، پی میکرد میومد این طرف باغ سیب بیاد نماز بخونه، خلخالی پشتر ایشونهایی میساد و مثلا میگم من محافظم. منطقه خب ما هم نفهمیدیم، برای اینکه اون اواخر به خصوص مثلا زمستون که شده بود دیگه واقعا یک لحظه شما کنار آقای خمینی قرار می گرفتی، فردا صبح تو 50 تا روزنامه عکست بود، برای اینکه خبرنگارای دائما هر روز خبر دارن که عکس روز می انداختن.
و یادم یه بار آقای خمینی وسط خیابون ایستاد، برگشت به خلخالی گفت، آدم میفهمید از بوی لبش که شما کاری داری، اونم گفت نه، گفت چرا دنبال من راه میفتی، و دیگه هم نذاشت که خلخالی بره دنبال آقای خمینی راه بیفته و این بر اون بر بره عکسش بیفته تو روزنامه ها. اینجور آدم ها هم بودن که به تدریج و اواخر که نزدیک می شدیم تعدادشون بیشتر می شد، و البته افراد نازنینی مثل آقای لاهوتی هم بودن که از زندان آزاد شده بود، بسیار شکنجه شده بود، آمد به نفل شاتو برای دیدن آقای خمینی، و من یادم همون شب اول که اومد بعد از نماز به اون چادر ازش خواهش کردن صحبت کنه، با عنوان شبهای اوین شروع کرد لاهوتی و شکنجه هایی که شده بود رو میگفت، و لاهوتی البته او هم کاری نداشت ولی انقدر مهربان و دوست داشتنی بود با همه، همه ما استقبال میکردیم لاهوتی بیاد مثلا تو اون اتاق عقبی که ما میشستیم کارهای خودمون رو میکردیم، یا البته بچه های انجمن های اسلامی هم دعوتش میکردن این طرف اون طرف میرفت صحبت میکرد دوباره برمیکرد. آقای لاهوتی که معروف بود با آیت الله لاهوتی، عکسش رو الان دیدیم، ایشون در زندان یعنی در دوره خمینی زندانی شد و پیوند خانوادگی هم با رفسنجانی داشت، چون پسراش در واقع باجناقن و همسران دختران رفسنجانی هستن. بله بله، ایشون زندانی شد و شواهد نشون میده که در زندان به قتل رسید. ما اگه یه تیکه یه بار دیگه نشون بدیم کاملا روشن میشه این آنچه که از قول آیت الله لاهوتی در روزنامه کیهان سال 58 منتشر شد. نوشت اینها: در زمان طاغوت سینمای قم به دستور سید احمد خمینی منفجر شد. این سینمای قم رو میگوید که این صحبت بود، بعدن در بار سینما رکس هم یه مقدار صحبت‌های به هر حال در این زمینه شد. آیا سوالم اینه، آیا شما اطلاع دارین، چون بعدم که حالا بعدن صحبت می‌کنیم، بعدم که در ایران رفتین مسئولیت داشتین و به هر حال یه مقدار اطلاعاتتون یه مقدار چرس کنم خیلی بیشتر از بقیه بود بعد از انقلاب، آیا واقعا آیت الله لاهوتی در زندان به قتل رسید و علتش هم همین بود، همین افشاگری که خب خیلی اساسی بود؟ تنها این نبود، به نظر من لاجوردی که جلاد اوین بود در واقع و مؤتلفه یا پشتش بودن، به دلیل اینکه یک پسر لاهوتی هم عضو سازمان مجاهدین خلق بود دستگیرش میکنن، میگن ببر سر قرار، میره از بالای ساختمان پلاسکو خودش رو میندازه پایین و کشته میشه، و لاهوتی آدم آزاده‌ای بود و آدمی بود که زیر بار انحراف و حرف زور نمی‌رفت. مشکل هم داشت با روند سرکوبی که شروع شده بود. ضمن اینکه لاجوردی بعدها خب کاملا روشن شد با خیلی هم که از زمان زندان اختلاف داشت در دوره شاه، تصفیه حساب کرد وقتی که دادستانی انقلاب مرکز دستش بود، از جمله با لاهوتی. کریم دستمالچی فرض کنید یک بازاری بود که کلی هم به انقلاب کمک کرده بود ولی لاجوردی اعدامش کرد، و خیلی کسای دیگه. و من هم آقای فلاحتی شنیدم که لاهوتی با سم استرکنین به گفته دخترهای هاشمی رفسنجانی که عروسای لاهوتی بودند در زندان او رو مسموم کردند، چون از این طرف لاجوردی دستور داد بگیرنش، بردن تو اوین، واقعا از اون طرف به 448 ساعت بعد جنازهش دادن، گفتن سکته کرده، و لاهوتی رو به احتمال بالای 95% لاجوردی کشت، آنچنان که خیلی کسای دیگر رو هم کشت. ببینین بعضی اسامی که اشاره کردین بهشون برمیگردیم به فضای اون موقع. من میخوام این ماجرای سازماندهی و تشکیلات و این چیزهایی که در نفل و شاتو بود و در واقع جمع‌بندی بتونیم بکنیم. به هر حال هزینه داشت
هزینه مالی، بعد خرج اون آدمایی که اونجا بودن داده میشد و نمیدونم اون خونه و بقیه داستانا و اینا، و همینطور که خرج اون هواپیمایی که بعدن خمینی همراهانش آورد ایران، همه این داستانا، بیمه کردن اون هواپیما، همه این داستانا که بیشترش بازاریای طرفدار خمینی میپرداختن، اینا اصلا نقش مهمی داشتن تو اون موقعیت، مثل همون حاج عراقی و امانیان و اینها، همشون اینا از گروه مؤتلفه بودن. مؤتلفه ها تو نفل و شاتو چه نقشی داشتن؟ چرا انقدر قوی بودن؟ چه میکردن؟ آره فقط به خاطر پول بود، چون بازار نقش مهمی داشت و این طیف از بازاریا بودن با در واقع خمینی، و خب یه طیف وسیعی هم نبودن. بله، ببینید بازاریای سیاسی اینجوری بگیم، شاید دو گروه عمده بودن. یه گروه مسلمونایی بودند که عمدتا دور خمینی از 15 خرداد جمع شده بودند و اون ماجراهای سالهای 39 و 40 و 41 و اینها که در واقع سه گروه رفتن آقای خمینی رو کردن مرجع، یکی روحانیون سیاسی بودند مثل همین آقای هاشمی و غیره و غیره، منتظری و اینها، یه گروه بازاریای سیاسی بودند مثل همین حاجی عراقی و عسکر اولادی و غیر و غیر که بقایای فدایان اسلام بودن و بعدن هیئت‌های مؤتلف اسلامی رو درست کردن که خودشون هم میگفتن توصیه آقای خمینی بهشون بود که بیان هیئت‌های سینه‌زنی رو سیاسی کنن، بعد اینا رو ائتلاف کنن. از ائتلاف سه تا هیئت فکر کنم اصناف درست شد هیئت‌های مؤتلف روز اول. یه گروه هم دانشگاهی‌های مسلمان سیاسی بودن که عمدتاً در نهضت آزادی ایران جمع شدن سال 1340. اینها هم آقای خمینی رو انداختن جلو به عنوان مرجع. کما بیش هم بعد از 15 خرداد و تبعید آقای خمینی و اینها، این سه گروه یعنی روحانیای سیاسی و ضد شاه، بازاریای سیاسی و ضد شاه و دانشگاهیای مسلمان سیاسی و ضد شاه با خمینی موندن تا زمان انقلاب کم و بیش. یک گروه دیگه بازاری ها هم بودن که مسلمان بودن ولی جزء به اصطلاح جنبش اسلامی خیلی نمی شد عنوانشون کرد، بیشتر مصدقی بودن، ملی های بازار بودن، مثل همین کریم دستمالچی که لاجوردی اعدامش کرد، مثل حاج آقا مانیان که پسرش مسعود هم در نفل شاتو بود و مسعود نوارهای آقای خمینی بود، ضبط میکرد، کمی هم من بهش کمک میکردم، اول نوار صدای من بود، میگفتم سخنرانی قائد اعظم امام خمینی نفل شاتو تاریخ رو میگفتم، بعد مسعود تکثیر میکرد میرفت ایران و غیره و غیره و کارهای دیگه هم البته مسعود میکرد. پدرش خب از کسایی بود که حسینیه ارشاد رو کمک کرده بودن درست بشه و اونها هم با به هر حال نهضت که به پا شده بود ضد شاه موافق بودند. یا فرض کنید آقای برومند، پدر خواهران برومند که خمینی بعداً داد سرش رو بریدن وقتی بختیار رو کشتن، عبدالرحمن برومند رو هم کشتن، اونها در طیف ملیون بودن، اگر هم کمکی کردن و می کردن روی مبارزه‌ای که از زمان دکتر مصدق داشتن علیه شاه، ولی تو اون خونه خرج رو، خرج روزمره خونه دست حاج مهدی عراق، حالا از کجاها پول میگرفت؟ قاعدتا من یه بار از حاج محمد رفیق دوست شنیدم که گفت ما پول میذاریم پیش حاج مهدی و او خرج میکنه و احتمالا کسای دیگه هم میدادم، ولی یادمونم باشه من البته مثلا نزدیک به 20 تا مجله و روزنامه رو میخریدم، میخوندم، مقالاتشو در میآوردم راجع به ایران، خلاصه ای از اونو برای آقای خمینی میگذاشتم، کاردکسش میکردم، شبا بر اساس همونا بحث میکردیم، تحلیل سیاسی میکردیم. پول اینو دکتر یزدی به من میداد و دکتر یزدی از نهضت آزادی میداد و یادم هست که مثلا اینو از این جد یادمه، عرض کنم که هاشمی رفسنجانی یک سال قبل از پیروزی انقلاب که اومد خارج و اومده بود آمریکا و بعد اروپا و بعدم برگشت، اون موقع من شنیدم که از محل وجوهات شرعیه
$100,000 به انجمن اسلامی دانشجویان و نهضت آزادی در خارج کشور کمک کرد. میخوام بگم وجوهات شرعی هم بود. بعدم دلار 7 تومن بود در واقع از داخل که وضع مردم هم خوب بود، دادن $100,000 مثلا میشد $700,000 و برای متمولین اون روز پولی نبود. الان امروز نیست که بشه چه میدونم 30 میلیارد تومن و از دسترس بسیاری از مردم بیرونه. بنابراین خرج این خونه از محل بازاری ها و وجوهاتی هم که در حال نماینده های آقای خمینی جمع اون وجوهات هم بیشتر بازاری ها میدادن دیگه. طبیعتا بله. اصولا قطب وجوهات به همین دلیل مثلا مسجد جامع بازار خیلی مهمه، برای اینکه اونجا هر کی امام جماعتش باشه، چند تا مسجدن خیلی مهمن، اینا میتونن وجوهات اصلی جمع کنن، در نتیجه مرجع سازن، بهشون میگن حشره مبشره، اون مساجدی که پروپیمون و پول داره. البته الان مردم دیگه اونجوری اصلا وجوهات نمیدن. بسیار خوب، من هیچ حرفی نمیزنم درباره بازار. نمیدونم آیا میشود چون این گفت یا نه، همچنان و با توجه به اینکه هنوز مؤتلفه فعال. حالا همونطور که قول دادیم نمیخوایم تحلیل بکنیم قضایا رو، بیشتر همین در واقع به تاریخ نگاه کنیم. بله ببینید، دو نفر بودن تو صحبتایی که میکنیم، من بیشتر رو افراد همش میخوام متمرکز بشم. احمد غضنفرپور دکتر بود، فکر کنم دندون پزشک، همسرش سودابه سودیفی، این دو در جریان برکناری ابوالحسن بنی صدر از حکومت در سال 60 بازداشت شدن، شکنجه شدن، توبه تلویزیونی کردن در واقع به زور، و خانم سودیفی رو سرطان سال 77 فکر میکنم کشت. و دکتر غضنفرپور هم شنیدم که در اصفهان تا همین اواخر در کار طبابت بوده است. اینها وقتی که خمینی میاد با اون 4 نفری که صحبتشو کردیم میاد به فرانسه، طبق گفته ابراهیم یزدی با ماشین آقای غضنفرپور و بنی صدر میرن خونه آقای غضنفرپور و سودیفی، و سودیفی هم بعداً میشه مشاور حسن بنی صدر در ایران و در نفل و شتا هم شما بهتر میدونین کارهای مطبوعاتی و این چیزها رو مثل این که میکرد، چون روزنامه نگار بود. حالا به این اشاره بفرمایید، ولی سوال اصلی اینه که خود بنی صدر در نفل و شتا چه مسئولیت و حضوری داشت؟ تقریبا هیچی. من یادم نمیاد آقای بنی صدر مسئولیتی تو خونه داشته باشه، به دو دلیل. یکی این که ببینید از قبل بنی صدر که خبرنامه ارگان جبهه ملی سوم رو منتشر میکرد، با دکتر یزدی و صادق قطبزاده اختلاف داشت. حتی اون کتاب کیش شخصیتش رو میگفت من از این دوتا نوشتم، اونا هم میگفتن آینه گذاشته رو خودش بنی صدر نوشته. بهرحال با هم خوب نبود. دعواهای اونها جنبه سیاسی هم پیدا کرده بود و به درون انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا و آمریکا هم کشیده شده. به همین دلیل چون یزدی شاید نزدیکترین آدم به آقای خمینی بود و آدم کاری بود، منظم بود، مرتب بود و امور اون خونه رو در واقع شاید خیلی خوب مدیریت میکرد، عملا خیلی بنی صدر رو بازی هم نمیدادن. در حدی که مثلا وقتی قطبزاده فهمیده بود که خب آقای خمینی رو دارم میارم پاریس، به بنی صدر نگفته بود و یا دو تا فرودگاه داره پاریس، مثلا شارل دوگل آورده بودن پرواز میشد، گفته بوده میرن اورلی و آقای بنی صدر رو سنگ‌الاب کرده بودن اونجا. بنابراین یه دلیل که خیلی تو اون خونه کاری دست آقای بنی صدر نبود و اطرافیانش، چون ایشون یه حلقه دوستانی مثل آقای سلامتیان و همین آقای غضنفرپور و خانم سودیفی هم داشت، و در آمریکا هم اون کسی که اولین رئیس بانک مرکزی شد، الان اسمش از خاطرم رفته، معدودی هم در زمان آقای بنی صدر شد رئیس بانک مرکزی، نه اولی، این معدودی هم دوستان اینجوری. اصولا آقای بنی صدر آدم تنهایی بود، خیلی اهل کار جمعی و اینها نبود. ولی
علت دومش هم به نظر من این بود که آقای بنی‌صدر، خب نماینده آقای خمینی هم در فرانسه بودن، چون که یزدی هم نماینده آقای خمینی در آمریکا بود، براش وجوهات شرعیه جمع می‌کرد از قبل از انقلاب. از قبل از انقلاب، بله، چند سال قبل از انقلاب. و حتی شنیده بودم من آقای خمینی به یزدی مثلا اختیار داده 40% وجوهاتی رو که جمع می‌کنه هر جوری صلاح می‌دونه خودش هزینه کنه، یعنی اجازه شرعی به اصطلاح داده بود. ولی آقای بنی‌صدر به هر حال شأن خودش هم عجل میدونست از اینکه بیاد مثلا بشینه مصاحبه خبرنگارا رو ترجمه کنه. معروف بود که آقای بنی‌صدر از جوانیش گفته بود من اولین رئیس جمهور ایران میشم. اینو من از آقای دکتر حبیبی شنیدم، گفت وقتی شریعتی سال 56 اومد خارج هم دیگر دیدیم سراغ یکی یکی بچه‌ها رو میگیره، اول از بنی‌صدر سید بهش میگفتن، گفت سید چطوره هنوز میخواد اولین رئیس جمهور ایران بشه. میخوام بگم یه مقدارم شأن آقای بنی‌صدر چیزی که برای خودش قائل بود یه جوری بود که اینجوری نبود که بیاد زانو بزنه بشینه رو زمین مثل ماها سوال خبرنگارا رو ترجمه کنه، یا مثل یزدی دنبال خبرنگار را بیفته بره ترجمه کنه، وقت ملاقات بذارن غیر و غیر. یه مقداری او حتی قد دادم کم و بیش همینجور بود، صادق طباطبایی هم همینجور بود. همینجور که ارز کردیم اینا یه خود جا سنگین تر از این بودن که بخوان تو اون خونه کاری بکنن و آسینی بالا بزنن. ببینید، در خاطرات ابراهیم یزدی آمده است که صفحه 217 به تدریج که تعداد مراجعات زیاد شد و بسیاری از پرسش‌ها هم تکراری شده بودند، آقای خمینی به 3 نفر، آقای دکتر حسن حبیبی، موسوی خوینی ها و من، یعنی ابراهیم یزدی، اجازه دادن که پرسش خبرنگارا را در چارچوب پاسخهای داده شده قبلی مستقیما پاسخ بدهیم. برای انسجام در پاسخها به گروه سیاسی مستقر در نفل و شاتو ماموریت داده شده بود که از تمام مواضع اعلام شده آقای خمینی در سخنرانی ها و مصاحبه ها فیش برداری کنند و جوابها با توجه به مواضع قبلی داده شوند، و اگر آقای خمینی به پرسشی جوابی متفاوت با قبل میدادند از ایشان میخواستیم یا آن را اصلاح کنند، یعنی از خمینی، یا اگر واقعا نظرشان عوض شده است درباره آن توضیح بدن. این همون گروه سیاسی است که شما فرمودین که دکتر یزدی از شما دعوت کرد و چند نفر دیگه که بشینین. بله، مثل آقای جواد یارجانی، مثل آقای حسن آب جعفری و آقای دکتر فرهادی، مسعود مانیان هم گاهی شرکت کرد. یه حلقه 5-6 نفره بودیم که مصاحبه ها رو ترجمه میکردیم به فارسی. فریدون سنجقی هم از یه جایی به بعد پیوست و به فارسی سوالای خبرنگارا رو ترجمه می‌کردیم، جوابایی که آقای خمینی کتبی می‌نوشت و به انگلیسی یا فرانسه برای خبرنگار ترجمه می‌کردیم. یک سوال رو هم 5 تا سوال جیره‌بندی کرده بود، اون موضوع دیگه شلوغ شده بود. 5 تا سوال هر خبرنگاری حق داشت بکنه، 4 تا رو کتبی می‌داد، جواب کتبیش هم حاضر می‌کردیم بهش می‌دادیم. اون روزی که قرار می‌شد بیاد یه سوال هم شفاهی می‌کرد که یزدی همون آن ترجمه میکرد، و دیگه اون سال پنجمی رو ما هم نمیدونستیم، حق خبرنگار هم بود. ولی همجور که دکتر یزدی هم در خاطراتش نوشته، این دیگه تقریبا مال مثلا اواخر آذر ماه و به خصوص دی ماه سال 57 که دیگه خیلی شلوغ شده بود. واقعا گاهی 400 تا خبرنگار تو اون یه وجب جای نفل شاتو بود که فاصله 2 تا میدون که این ده و تشکیل داده بود، یه خیابونی بود که شاید طولش مثلا 1.5 کیلومتر بود، سوزن مینداختی پایین نمیومد. و اونجاها دیگه آقای خمینی طبیعتا نمیرسید به همه وقت بده. گفته بود که با اینها این 3 نفر صحبت بکنن و به اصطلاح مصاحبه بکنن، چون درستم میگه دکتر یزدی، سوالا خیلی هاش تکراری شده بود. و منتها خب خبرنگارا واسه مطبوعاتشون، واسه روزنامه‌شون، تلویزیونشون، رادیوشون، خبرگزارشون هر روز، چون ایران حوادث زیاد بود، می‌خواستن یه تکمیلی خبرم از نفل شاتو داشته باشن دیگه. این است که سوال فراوون، یعنی خبرنگار خیلی فراوون بود. ولی اون گروه سیاسی که میگین، بله ماها بودیم که اون کارو می‌کردیم. من یک دوتا اسمی که گفته شد و عرض کنم خدمتون، یکی همین
طاهر دباغ که صحبت شد، این زندانی ساواک بود. من برای بیننده ها مختصر عرض کنم بریم جلو. بعد ظاهراً از طریق محمد منتظری رفت لبنان، آموزش مسلحانه دید. محمد منتظری خودش کشته شد بعد از انقلاب. و طاهر دباغ میگن تنها زن، حالا آیه سازگاران فرمودن، میگن تنها زن محافظ خمینی در نفل و شاتو بود، یعنی حالا شاید محافظ خانوادش مثلا، یعنی اینکه به هر حال هواشون رو داشت، هر اسمی روش میذاریم. بعد از انقلاب طاهر دباغ شد اولین رئیس زندانهای زنان در تهران و سال 95 هم در سن 77 سالگی در ایران مرد. خانم طاهر دباغ خیلی هم شدید با مسئله به قول خودشون بد حجابی این چیزا خیلی شدید برخورد میکرد. من حالا تو نفل و شاتو چجوری بود، ولی در ایران من دنبال میکردم این زندگیشو، دیدم که یکی این بود، یکی اون حاجمانیان یعنی و مسعود مانیان که شما فرمودین آقای سازگارو، اینا چه شد سرنوشتشون که در واقع خرج نفل و شاتو رو میدادن بخشیشو و بعد از طرفی که مسعود مانیان خودش پسر آجمانیان در تکثیر نوارای خمینی خیلی فعال بود و اینا که اشاره فرمودیم، اینا چی شد سرنوشته شد؟ بله، مسعود مانیان که همسن بودیم، بسیار هم شوخ طبع بود مسعود و الان هم هست، تحصیلاتش هم پزشکیه، در شاخه‌های پزشکی درس خونده، الان زیاد یادم نیست مسعود چه بخشی از پزشکی میخوند. ولی مسعود مانیان ایرانه فکر میکنم، من نشیندم مده باشه خارج و زندگیش میکنم. اما پدرش حاج مانیان که خب از بازاری های سرشناسی بود در جنبش اسلامی، دست کم میگم حسینیه ارشاد رو با مرحوم همایون و آقای عرشبت که میناچی و غیره اینا بنیانگذارانش بودن. آقای مانیان بعد از انقلاب به دلیل اینکه اینها مخالفت میکردن با بعضی کارا گرفتنش یه دورم، افتادم زندان. و اتفاقا مانیان پدر، حاج مانیان هم مرد شوخی بود، شنیدم چون با چشم بسته آدمو میبرن زندان و بازجوها رو نمیبینه، رو به دیوار میشونن موقع سوال جوابم، ظاهرا آخر سر میخواستن آزادش کنن، گفته بود که من یه خواهشی دارم، گفته بودن چیه، گفته بود میشه من قیافه نازنین شما رو ببینم، این که مثلا چند ماهی که مهمونتون بودم و دائما بنده رو بازجویی کردین و نواختین. میدونم حاج مانیان به زندان هم افتاد، ولی راستش دیگه یادم نیست، احتمالا بعدم به مرگ طبیعی یا غیر طبیعی شاید فوت کرده. ولی به هر حال او هم از کسایی بود که مغضوب دستگاه جدید آقای خمینی شد بعد از پیروزی انقلاب. ببینید اشارهش فرمودید شما که محافظای خمینی، کسایی که میگن ما محافظ خمینی بودیم در نفل و شاتو جزو بیکاره ها بودن، یه تعدادی بودن به هر حال. بعد از انقلاب رسانه های جمهوری اسلامی لااقل، من نمیدونم آیا اندرونی ها هم اینا رو قاب گرفتن یا نه، مثل توکلی بینا مثلا یا همون حاج محمد رفیق دوست یا محسن رفیق دوست مثلا، اصولا اینا هر کسی که بودن و هر چندتایی که بودن در پیوند با نمیدونم کی، من میخوام همش دنبال سرنخ تشکیلاتی بگردم. ببینید یکی بود مثلا همین حاج عراقی رو که داریم صحبتشو میکنیم، سابقهش با خمینی از 15 خرداد 42 بود، بعد تو ترور حسن علی منصور نخست وزیر در سال 43 دست داشت، عضو مؤتلفه میشه، بیش از 10 سال زندانه، بعد از انقلاب میشه اولین رئیس زندان قصر، سال 58 گروه فرقان ترورش میکنه که کشته میشه. رسانه های جمهوری اسلامی هر کدوم رو درباره حاج عراقی میخوندم، میدم که میگن مدیریت داخلی اقامتگاه خمینی در نفل و شاتو دست عراقی بود. توکلی بینا که میگه من محافظ شخصی خمینی بودم و یه چند نفر دیگه، اینا میگن مثلا توکلی بینا میگه من و مهدی عراقی مدیر داخلی نفل و شاتو بودیم، که به نظر درست در نمیاد که مدیریت بخش حفاظت، ترجمه، ارتباطات، انتشارات، همه اینا دست اینا باشه. تشکیلات نفل و شاتو دست کی بود آقای سازگارا؟ تشکیلات ببینید، من اولی یه چیزی بگم، علتی که من به اینایی که میگن ما محافظ بودیم میگم بیکاره بودم، برای که پلیس فرانسه اونجا رو مواظبت میکرد، محافظت میکرد، و از یه جایی به بعدم، یعنی تقریبا به آبان ماه سال
57 که رسیدیم و جنبش اوج داشت میگرفت، پلیس فرانسه شدت داد اون محافظت رو، حتی مثلا یک رودخونه از پشت نفل شاتو رد میشد، اون پایین اون خونه ای که آقای خمینی بود، قایق گشت اونجا میچرخید، همیشه دو تا سه تا کارگاه پلیس فرانسه تو اون خیابون قدم میزد، پلیس با لباس و یونیفرم ایستاده بود. بنابراین اینایی که میگن ما محافظ بودیم، از نظر من بیکاره بودم، برای اینکه اصلا احتیاجی نبود. پلیس فرانسه و به تدریج هم که شدت گرفت انقلاب دیگه، فرانسه مثلا اون شب آخر تشریفات بدرقه یک رئیس دولت رو انجام دادن، تمام مسیر تا فرودگاه موتور سوار ماشین آقای خمینی رو راه می برد و ایستاده بودن پلیس ها و غیره. بنابراین این که من میگم بیکاره بودن، خودشونم ادعا میکنن. والا این آقای توکلی بینا اگر حافظه من اشتباه نکنه اون موقع ریشم نداشت، ریششو میتراشید و قد بلند و چیمای خوبی هم داشت، و ولی کاری نبودن، نه در گردوندن اون خونه اینا با آقای عراقی کاری بودن تا اونجا که من میدونم، نه اون قسمت که ما بودیم که شاید بیشترین حجم کاری رو دوشون بود، اصلا اینا نه سوادش داشته نه پیداشون میکنه. خب پس چرا اونجا میل میگشتن؟ میخوام ببینم که آیا اینو به نظر الله از تشکیلاتی خب چجوری کار میشد اونجا؟ خب هر کی میخواست میومد دیگه، ارتباطی داشت. آره هر کی میخواست میومد. ببینید برای اینکه دور آقای خمینی در نجف هم یک عده بیکاره بودن اون موقع توی نجف، انقلابیونی که تو ایران حالا به دلیل ممکنه 4 تا اعلامیه آقای خمینی رو پخش کردن یا فعال بودن، در رفته بودن نجف سالها زندگی کرده بودن، یا در لبنان که تشکیلات موساد رو بعدم پایگاه‌های فلسطینی ها و غیره و غیره بود، دکتر چمران هم که عمل رو درست کرده بود. بنابراین خیلی از اینا بلند شدن اومدن نفل شاتو، می اومدن پاریس چرخی هم می زدن، بعد می اومدن نفل شاتو روزا ول می گشتن. اون من نمیدونم شبا هم کجا میخوابیدن، چون تو اون خونه جا نبود، خیلی کم بود. بله خیلی. و بعدم اون مهمون خونه ای هم که توی میدون بود، یه اتاقش دکتر یزدی گرفته بود، یه اتاق نهضت آزادی گرفته بود، کلش دست من بود، برای اینکه اونجا آموزش به اصطلاح درست کردن دسته برای ارتش مردمی داشتیم فکر میکردیم اونجا درست بکنیم، و مثلا شاید رو هم 10-20 اتاق بیشتر نداشتیم مهمون خونه. بنابراین میخوام بگم اینا از این بیکاره ها زیاد بودن خب. توی نفل شاتو، ولی تشکیلات اونجا همونجوری که عرض کردم، کسی خیلی حرف کسی رو گوش نمیکرد که فکر کنید یه نفر مدیر بود از بالاستر میگفت انجام میشد، یه جور تقسیم کار شده بود. در واقع اون بخش مصاحبه ها، تحلیل سیاسی، روزنامه ها و غیره رو دکتر یزدی مدیریت میکرد، ماها بودیم. بخش گردوندن اون خونه و تدارکات رو حاج مهدی عراقی، حاج محتشمی پور و اینها میکردن. بخش اون تلفن خونه که با خداشون ارتباط داشتن تو ایران، اینها دست این تعداد آقایون روحانیون بود. یه نفر دیگه هم هست، من اسمشو بیارم، بعد از یه مدتی اومد، اونم موسوی خوینی ها بود که امام جماعت مسجد جوستون توی شمرون بود در واقع، و از پای منبر آقای موسوی خوینی ها اون گروه فرقانی ها خیلی ها در اومده بودن. تفسیر قرآن هایی هم ایشون کرده بود سال 56 که من تابستون رفتم ایران نواراشو آوردم خارج گوش کردیم، پس میگرفتیم مثلا در انجمن اسلامی اونو پخش نکنیم، برای اینکه بسیار بسیار تفسیر قرآن های عجق و عجقی بود و کاملا مثل این حرف های فرقانی ها و اینها بود. آقای موسوی خوینی هم ظاهرا حالا مشکل قبله. مشکل 6 تا شد، مثلا نظر فرقانی ها رو ما نمیدونیم چیه، یا در یه خط بده تحلیلاش چجوری بود. یعنی میدونین اینا صد رحمت به مجاهدین خلق که هرچی دلشون میخواد به قرآن میبستن اون موقع ها. این فرقانی ها خیلی خیلی به اصطلاح تفاسیر آزاد تیرتوفنگی از هر آیه قرآن می کردن. شاید در تاریخ اسلام اهل تعویل به این شدت اسماعیلیه باشن، از اون خیلی باسواد تر از مجاهدین خلق یا فرقان بودن.
آقای آشوری در واقع تئوریسین این گروه فرام بود که چون خیلی هم ضد روحانیت بودن بعد انقلاب خوب زدن متحریر ترور کردن. من بالا ترور بودم. من فقط اشاره کردم با آقای خوئینی ها. ببخشید من خیلی فرصت کمه. خواهش میکنم. بعد آقای خوئینی ها خیلی با احمد آقا رفیق بود. من نمیدونم حالا سابقه دوستیشون از کجا بود. او هم وقتی اومد به دلیل دوستی قبلی باز من یادم نمیاد مسئولیت خاصی داشته باشه، ولی سنجاقفتی احمد آقا خمینی بود و این دوتا با هم خیلی پیکشون خوب بود و بعد انقلاب هم دیدیم این راهی که خمینی ها به بیت خمینی داشت و از دلایلی شد که دانشجوها رو روونه کرد رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن و بعدم نظر خمینی رو گرفتن در تایید اونها. بله، افزون بر خمینی ها که شما فرمودین که بله شد سردسته اشغالگران سفارت آمریکا در تهران، محتشمی پور هم که میدونیم در پایگذاری حزب الله لبنان هم که شما میگین یک کسی میگفتش که این میخواد بشه رئیس چی وزیر کشور میذاره تو گوشش، رفت به دستور خمینی در سال 58 رفت لبنان و بعد سال 60-62 به هر حال حزب الله لبنان رو اینا پای گذاشتن و بعدم سفیر که بود آقای فلکی. بله بله. یه دوره هم سفیر بود در سوریه. بله، و هم خوئینی ها و هم محتشمی پور چیز بودن دیگه، از بعدن شدن از رهبران فکری به اصطلاح اصلاح طلبان در ایران. ببینید من باید تون تون دیگه سوال کنم چون زمان داره به سرعت میگذره. ببینید یه آدم هایی مثل خلخالی که مثلا شما میفرمایید که یا همون محتشمی پوری که الان صحبتش کردیم که میفرمایید ارتباطشون طوری بود که حتی خمینی مثلا به خلخالی میگه که کاری نداری دنبال من باید چی را افتاد گوی اینا، مثلا خلخالی میشه حاکم شهر خمینی و که از خونین ترین دوره های اعدام ها در واقع در ایران در دوره ایست که خلخالی حاکم شهره به دستور خمینی. خب اینا شاید در خلوت با خمینی ارتباطات خودشون داشتن، هرچند که خلخالی قبل از انقلاب هم به اونا نماینده خمینی فعال بوده به هر حال. بله، خلخالی جزو به اصطلاح نزدیکان آقای خمینی بود که سیاسی هم بود، زندان هم افتاده بود. البته اصلا قابل مقایسه با امثال منتظری هاشمی رفسنجانی و مطهری و بهشتی اینا نبود، ولی آقای فلاحتی به نظر من خلخالی از همون شب اول پیروزی انقلاب اعدام اون فرمانده های ارتش رو 25 نفر رو میخواست تیربارون کنه و بالاخره با جیغ و داد بچه های نهضت رفتم پیش آقای خمینی، ظاهرا برگشته بود با آقای خمینی گفته بود اصلا چی میگی شما، یه مشتهدی منم یه مشتهدم، بنابرای بربر فتوای خودم میخوام اینا رو اعدام کنم. آخرش کامپرومایز باش میکنن که 4 نفر رو اعدام میکنه. به نظر من این پشتیبانی آقای خمینی ظرف 1-2 سال بعد از انقلاب از آقای خلخالی از موارد مسلمیه که روحانیت شیعه دنبال عوام مردم را میفته. یعنی آقای خمینی وقتی میدید خلخالی اینجوری آدم میکشه و انقلابیگری مد روز انتقام کشی و کینه ورزی و اعدام کردن که اون روزا سکه رایج جامعه بود، آقای خمینی هم تاییدش میکرد. بعد که متوجه شد که دیگه این خریدار نداره، سر صدای مردم در اومده و خلخالی خیلی کارهای بیرویه هم کرده اینا، اون وقت فاصله گرفت از کنارش کرد. آقای زازگارا کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. ببینید ارتباط نوفلو شاتو با ایران از طریق کی بود؟ اینطوری که ابراهیم یزدی میگه در ایران آیت الله بهشتی بود که با او ارتباط میگرفتن و به هر حال سفیر در واقع خمینی در ایران بود. ببینید من میخوام در این 3-4 دقیقه‌ای که مونده بپردازیم به روابط خارجی ها در واقع. یزدی در صفحه 174 خاطراتش میگوید که بهشتی اوائل سال 57 به آمریکا و به تگزاس آمد، با هم دیدار کردیم، گفتگوی ما درباره جنبش بود، فلان بود، از هیوستون تگزاس به نیویورک رفت، از اونجا به واشنگتن رفت، شنیدم در واشنگتن با بعضی از مقامات وزارت خارجه آمریکا دیدار و گفتگو داشته است، اما از کم و کیف آن آگاه نشدم. یعنی حتی ابراهیم یزدی رو اون موقع در جریان نمیذاشتن. بهشتی میگه اوائل سال 57
یعنی تا بهمن من رفتم خیلی وقت داریم. آیا اصولا از تماس فرستادگان دولت‌های فرانسه و آمریکا و جاهای دیگه احیانا حتی عرب‌ها مثلا از لبنان فلان بهمان با خمینی به ویژه آمریکایی‌ها، شما و بقیه کسایی که در نوفلوشوتو فعال بودین، از اطرافیان نزدیک خمینی بودین، آیا مطلع میشدین؟ شما رو در جریان میذاشتن؟ یا همونطور که بهشتی مثلا یزدی رو در جریان نذاشته بود در تماس با آمریکایی‌ها، شماها اصلا در جریان قرار نمیگرفتین؟ نه، ببینید اگه یه وقت مثلا رمزی کلارک دادستان سابق آمریکا اومد به اونجا، چهره علنی بود، مقام مسئول آمریکایی هم نبود، اون خب همه ما هم میفهمیدیم، علنی رفت آقای خمینی رم دید، رمزی کلارک تو کمپ دموکرات هم بود، ولی اون تماسی که آقای دکتر یزدی هم تو خاطراتش میگه، یک مدیر مسئول در واقع در وزارت خارجه آمریکا که شاغل میاد به نفل شاتو و به آقای خمینی میگه که من اینو، این میخواد شما رو ببینه، آقای خمینی بهش میگه خودت ببینش، فقط هم به من بگو، به هیچ کی دیگه هم نگو. حواسش بود که ارتباط با آمریکایی ها مطرح نشه، برای اینکه فضای چپی که یه بخشی از جنبش بود اون وقت جنجال میکرد، و یزدی اینا رو همه رو میبینه که گزارشش هم در همین خاطراتش آورده و به آقای خمینی هم مستقیم گذاشته، ماها اصلا مطلع نمیشود. یعنی حتی مثلا فرض بفرمایید کنفرانس گوادلوب که میخواست برگزار بشه، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسفانه، میخواست برگزار بشه چون در جریان 14 دی 57 در جریان حضور خمینی در فرانسه بود که کنفرانس گوادلوب برگزار شد و در واقع غرب پذیرفت که شاه رفتنی است و بله، و خب بعد میاد از آیت الله خمینی حمایت میکنه. اون موقع هم شما اصلا در جریان نبودید، در حالی که یه هفته قبلش اثری قدساده خمینی در جریان گذاشته بودن طبق خاطرات یزدی. نه اونو من یه هفته قبلش در جریان نبودم، ولی اون موقعی که گادلو برگزار شد و یه نماینده دولت فرانسه اومد و پیغام اون کنفرانس رو آورد که ما پذیرفتیم که شاه از ایران بره، ولی آیت الله هم دولت بختیار رو بپذیره که بحران در ایران بخوابه و اینها، اون نماینده رو منم مطلع شدم چون علنی بود و فهمیدم هم از دکتر یزدی نقل کرد که خب آقای خمینی گفته بود باشه قبول، ولی دیگه اینی که ما این دولت رو بپذیریم نپذیریم به خودمون مربوطه، و جواب نداده بود به نماینده‌ای که پیغام گوادلوپ رو آورده بود در مورد تایید دولت بختیار. بسیار سپاسگزارم از شما آقای محسن سازگارا که در این برنامه همراه ما بودین. من فقط اشاره بکنم که این صحبت آخری که آقای سازگارا فرمودن در پیوند با کنفرانس گوادلوب، 9 روز بعد از تموم شدن کنفرانس گوادلوب شاه ایران رو ترک کرد و بعد ماجراهایی که میدانید و خیلی هاشو نمیدانیم، و امیدوارم باز فرصت بشود با آقای سازگارا درباره این انتقال قدرت که در جریانش بودند و بعد اون دوره اول در واقع حکومت مستقر شدن جمهوری اسلامی بتونیم صحبت بکنیم. آقای سازگارا بسیار سپاسگزارم ازتون. ممنون از شما برای دعوت. بریم پرده آخر. ما کشور بزرگی هستیم، همساده های زیادی داریم، در بعضی از این کشورهای همساده هم حاکمیت بر مرزاشون وضعیت مناسبی نیست. یه بار دیگه بریم، خواهش میکنم. ما کشور بزرگی هستیم، همساده های زیادی داریم، در بعضی از این کشورهای همساده هم حاکمیت بر مرزاشون وضعیت مناسبی نیست. شب روزگار خوش.